امروز تصمیم دارم براتون یک غذای بسیار 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 خوشمزه رو درست کنم و با شما به اشتراک بذارم. اگر تا کنون بابا پز رو سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب کنید و زنگوله هم فشار بدید تا سریع برنامه ها به دستون برسه. چند مدت قبل من براتون تاس کباب ترکی درست کردم که با گوشت گوساله درست شد، ولی امروز تصمیم دارم براتون تاس کباب ایرانی درست کنم که درش آلو بخارا هم استفاده میشه. این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید، چون که مطالب خیلی زیادی مخصوصا در آخراش هست که مفید برای بهتر شدن این غذا. اولین مرحله این هست که بدون هیچ گونه ادویه چیزی من این رو سرخ میکنم. دنده ها یه مقداری سرخ شده، الان بایستی آب روی اون بریزم و بذارم بپزه. من ببینید آب رو این آب جوش بود که ریختم روی این، تقریبا یه لیتر آب ریختم روش، چون دیگه بعد از این آبی روی این ریخته نمیشه و هی به مرور مواد دیگه بهش اضافه میشه. الان دوستان میخوام سس این گوشتا رو درست بکنم، به خاطرم یه کمی روغن من میریزم توی این که این روغن گرم که شد بعدش پیاز خرد شده رو بهش اضافه میکنم. توجه کنید پیاز رو به چه اندازه خرد کردم. این نبایستی زیاد سرخ بشه، فقط یه مقداری کمی تفت داده بشه. اینها موادهای دیگه هستن. 4 حبه سیر رو خرد کردم ریز شده، این 100 گرم رب گرجه هست، این یه دونه قوطی کنسرو گرجه هست که لش کردم، اینجا یه قاشق چایخوری زردچوبه و یه قاشق چایخوری نمک، یه کمی فلفل قرمز و نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه دارم. همه اینا رو مخلوط میکنم، یه کمی سرخ میکنم، بعد وارد آب گوشت میکنم. سیر و پیاز الان در حال سرخ شدن هست که من سس رو ریختم و این در واقع رب رو، این رب رو یه کمی تو همین روغن تفتش میدم که اون مزه خامیش از بین بره. الان دیگه زمانی هست که من ادویجات رو همه رو یه دفعه میریزم و اینم مخلوطش میکنم. حدود 2 دقیقه اینا رو سرخش کردم. الان این سس گرجه رو که در واقع گرجه کنسروی رو که من له کرده بودم این اضافه میکنم. یه 2 دقیقه هم اینو تفتش میدم، بعد قاطی گوشت میدم. این گوشت، اینم آبی که ریختم روی اون و اینم سسی که همش رو خالی میکنم توی این. البته فکر نکنید که آبش زیاد هست، چون به خاطر اینکه این بایستی یه 2 ساعتی با درجه حرارت ملایم بپزه و در آخرش موادهای دیگه هم بهش اضافه خواهد شد. یکی از خوشمزه ترین خورشت هایی که تو عمرتون میتونید بخورید همین است. گوشت کاملا پخته، بعضیاش استخوناش داره ازش جدا میشه. نیت آب چه غلظتی داره. الان زمانی هست که من این سیب زمینی و پیازهای به این کوچیکی رو بریزم داخلش. تقریبا 1-10 دقیقه این زمان میبره تا اینها پخته بشن. بعد در آخرین لحظه بر اساس روال ایرانی بودنش من
آلو بخارا بهش اضافه میکنم. توجه کنید دوستان، این غذای دنده الان کم آماده هست. تنها مسئله که وجود داره اضافه کردن یه چند تا آلو بخارا است. این آلو بخارا رو من اینجا دارم، تعدادشون خیلی زیاد نیست، ولی خب همین یه کمی مزه این رو اونجوری میکنه که لذت آور باشه. بعد از اینکه آلو بخارا اضافه شد، تنها 5 دقیقه تا 10 دقیقه بیشتر نباید این بجوشه. بریم ببینیم چی میشه. این خورشت خوشمزه دنده تموم شد. برای تزیینش یک کمی جعفری خرد شده می‌ریزیم روش. یکی از خوشمزه ترین غذاهایی هست که من در عمرم خوردم و مطمئنم شما هم که بخورید به همین طریق مثل من عقیده پیدا میکنید. امیدوارم که از طرز تهیه این راضی باشید، خودتونم سعی کنید درست کنید و بخورید. نوش جانتون.